خب نرم افزار رو که باز کردید به صورت کلی ما دو بخش داریم یک بخش ریبون داریم که این قسمت بالا هست که یک سری گذین های اصلی رو ارائه میده یک نمودار درختی داریم که برای ما خیلی مهم هست از اینجا ما سعی خواهیم کرد که کار بکنیم و یک پنجره تسک داریم که گذین هایی که اینجا انتخاب میکنیم در پنجره تسک زیر مجموعهاشون هاشون و گذینه هاشون نشون داده خواهد شد این بخش بخش پنجرهمون هست که دیسپلی و در واقع مش و میدان و حل و غیره رو نمودارها رو اینجا نشون خواهد داد. پایین بخش کنسول رو داریم که برای ما جزئیات حلمون رو به صورت کد و تایپی نشون خواهد داد و حالا میشه گفت که کلیات به این صورت هست. چیزی که باید بهش توجه بکنید این هست که البته اینجا هم گزینه‌های مربوط به تنظیمات دیسپلی رو خواهیم داشت ابتدا اجازه بدید من یک مش رو وارد بکنم تا یک سری از این گزینه ها هم فعال بشه برای وارد کردن مش باید برید زیر مجموعه فایل رید و مش رو انتخاب بکنید از مسیری که مشتون رو اونجا سیو کردید میتونید اون رو انتخاب بکنید و اوکی رو بزنید خب بعد از اینکه مش وارد نرم افزار شد اول اینکه اینجا میتونید کنترل بکنید در داخل کنسول که مشتون رو به این صورت میبینید که فراخانی خواهد کرد آدرس رو نشون میده جزئیات شبکه رو نشون میده که مثلا تعداد نوت ها به چه صورت هست تعداد سلول ها به چه صورت هست و اجزای شبکه رو فراخانی میکنه و میخونه و بعد از اینکه این کار رو انجام داد شبکه وارد نرمستار میشه میتونید نرمستار رو فول بکنید تا کامل نمایش بده میبینید که این وضعیت کنسول من هستش که بعد از اینکه شبکه به درستی وارد نرم افزار شد گزینه دان رو اینجا حتما خواهید دید تمام پنجره هایی که اینجا وجود داره قابل در واقع ریسایز و تغییر محل هست من میتونم این رو جابجا جا بکنم میبینید که با انتخاب و جابجایی میتونم من هر جایی که خواستم این رو قرار بدم اگر حالا دیدی که میخواستید از بین رفت میتونید بیاید اینجا یه گزینه داریم و انواع حالت های پیشفرز دید رو برای ما آورده من اگر دیفالت رو انتخاب بکنم حالت پیشفرز از نمایش ویندو رو برای من خواهد داشت پس کنسول اینجاست اینجا محیط دیسپلی هست و اینجا هم تسک هست من میتونم شبکم رو یک نمایشی از شبکم داشته باشم برای این کار میتونم برم روی گزینه دیسپلی و این رو انتخاب بکنم و گزینه دیسپلی رو بزنم فعلا من میخوام شبکم رو نمایش بده که میبینید اینجا در زیر مجموعه مش این رو برای من نمایش داد من میتونم باز این رو تغییر سایز بدم و اندازش رو عوض بکنم تا یکم دیده بهتری به شبکم داشته باشم خب محیط ریبونی که اینجا وجود داره از کردم گزینه های اصلی اینجا هم هست ما میتونیم از اینجا هم کار بکنیم از نمودار درختی هم کار بکنیم خب از اولین گزینه که دومین هست میتونید تنظیمات مربوط به میدان رو انجام بدید که همون تنظیمات مربوط به شبکه هست برای مثال میتونید کیفیت شبکه رو کنترل بکنید یا زون های شبکه رو یک سری تنظیماتی روش انجام بدید که حالا جلوتر بعضی از اینها رو خواهید دید میتونید بحث اینترفیس و, و حالا سایر گزینه‌ای که اینجا وجود داره یک سری تنظیمات رو روی این شبکه‌تون و میدانتون انجام بدید گزینه بعدی فیزیکس هست که ما فیزیک های حل رو میتونیم اینجا تنظیماتش رو انجام بدیم که برای مثال میتونیم تنظیمات مربوط به زمان و سالور هایی که وجود داریم اینجا انجام بدیم گزینه بعدی گزینه یوزر دیفاین هست که ما اینجا هم میتونیم یک سری فانکشن ها یا توابع رو برای مثال تعریف بکنیم میتونیم واحد ها رو عوض بکنیم و تنظیماتی از این دست که به صورت ورودی از یوزر گرفته میشه در اینجا قرار داره گزینه بعدی سلوشن هست که تنظیمات مربوط به حل هست که ما میتونیم روی حلگر و یک سری حالا متد هایی برای مثال متد های گسست سازی و غیره یک سری تنظیماتی رو انجام بدیم یا مقادیر اولیه رو تعیین بکنیم اینیشلایزیشن انجام بدیم و تنظیمات از این دست که مربوط به حلگر هست در این تب از ریبون قرار داره بحث ریزالت هست که نتایج رو میتونیم از این بخش بررسی بکنیم و در نهایت هم بخش ویو هست که میتونیم تنظیمات مربوط به تصویر رو اینجا انجام بدیم البته گزینه پرلل و دیزاین هم وجود داره که پرالل مربوط به حلگر موازی هست که ما فعال کردیم البته بیشتر در مواردی که بر روی شبکه ما حل انجام میدیم اینجا میتونیم یک سری تنظیماتی رو انجام بدیم دیزاین هم مربوط به یک سری تنظیمات مربوط به حل حالا مثلا پارامتریک یا بهینه سازی هست و یک سری تنظیمات جزئی داره که میتونید اینجا بررسی بکنید